ما هیچ وقت تا یک قطره خون داشته باشیم. اداره محلی ولایت دایکندی از 8 ثور روز پیروزی مجاهدین سابق افغانستان در برابر قشون سرخ شوروی تجلیل نمود. در این محفل صدق الله عابد قمندان امنیه دایکندی گفت که کسی نمیتواند حاک افغانستان را به دست بیاورد. او افزود به همسایه ها میگویم که خود را کنترل کنید، چون روزی خواهد رسید که همانند شوروی و آمریکا شرمنده از این کشور بروید. عابد گفت پس از شکست شوروی 42 کشور به افغانستان حمله کردند و با شکست مواجه شدند. در افغانستان هیچ کس نمیتوانه که خاک افغانستان رو به دست بیاره و کسایی را میگیم که هم جوار ما هست که این درس از شوروی ها و از امریکای ها بگیرین و خود کنترل کن و یک روز میشوه که باز شما اینجا بر افغانستان ترشرمینده میروین. از سوی هم محمد یونس قرزنگ رئیس سکتوری ولایت و نماینده والی دایکنده گفت که استشهادیان و مجاهدین افغانستان در راستای آزادی این کشور قربانی دادند و نظام کنونی را که در طول تاریخ افغانستان نمونه است ایجاد کردند. وارد شد نظام پالیسی، وارد شد نړۍ د ټول هیوادونو سره سیال شو، د ټکنالوژي پر وخت کې هوی سره یوځای شو، د پرمختګ پر وخت کې هوی سره یوځای شو، او نور پر راتلونکي کې د دغه راز راز شومو مقام نسو، موږ تاسې یووالی او حدت ته اړتیا لرو. در همین حال اسدالله عرفانی رئیس حج و اوقاف دایکندی شکست شوروی از افغانستان را شکست این قدرت در دنیا بیان نمود. او گفت زمانی که شوروی از افغانستان شکست خورد، کشورهای عضو جماهیر شوروی از هم پاشید. در سال 1357 و 1358 از زمین و هوا مردم مظلوم و فقیر و بدفاع و مجاهد و مسلمان افغانستان را از زمین و هوا مورد تجاوز و مورد یک جنگ نابرابر قرار داد و مردم ما صدها هزار شهید در این راه دادند. با این حال مفتی رحمت الله مدثر رئیس معارف دایکندی گفت که پروسه جهاد از سوی خداوند بر مجاهدین جاری گردیده که در نتیجه ملیت های که شیاطین آنها را رهبری میکردند با شکست روبرو شدند. نوبینان خداوند متعال مگه که هرگاه که ما سر شما را دو کدام دشمنی کلان و کدام نظام کفری سر شما مسلط میکنیم، ای به خاطر امتیاز طیب و خبیث است، ای به خاطر این همی است که برای قربانی دادن کی آماده است، کدام کس آماده است. اما به دهان و به زبان مردم بسیار است که میگه که ما مسلمان بهتر و متدین هستیم، اما در میدان عمل کی وجود دارد؟ از 8 ثور سال 1371 هجری شمسی به عنوان شکست قوای شوروی سابق به دست مجاهدین افغانستان یاد می‌گردد. از آن زمان تا کنون 30 سال می‌گذرد، اما آیا واقعا اکنون افغانستان با آنکه هزاران کشته و زخمی داده به آزادی رسیده است؟ درباره حاکمان فعلی افغانستان چی فکر می‌کند و آیا اکنون دست بیرون‌ها از افغانستان کوتاه گردیده است؟ احسان مهدوی، شبکه رادیو نسیم، دایکندی.